لیسا هستم و خوش اومدید به انگلیسی در 5 دقیقه. Hello guys, it's me and welcome back to 5 minute English. لطفاً دکمه قرمز سابسکرایب و زنگوله رو یادتون نره. آقا امروز میخوام راجع به کلمه برو باهاتون صحبت کنم. این برو 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 که هی توی سریال ها میشنم، توی فیلم ها میشنم، به خصوص بیشتر از سیاه‌پوستا، یعنی چی؟ بچه ها واژه برو از کلمه برادر میاد. چنینی میگم برادر، he is my brother, I have two brothers. برادر یعنی چی؟ برادر یعنی برادر. حالا برادر بچه‌ها یه واژه کوتاه شده دیگه هم داره. البته این کوتاه شدگی به خاطر اینه که وقتی یه سری آدم، وقتی یه عده از آدم‌ها، نه که یه سری 5-6 تا، یه عده زیادی از آدم‌ها میان اون واژه رو با تلفظ خودشون شروع میکنن میگن و اون تلفظ دیگه مد میشه، یعنی مد که نه، اون تلفظ رایج میشه و باب میشه بین آدم‌ها، میان اون تلفظ رو هم اضافه میکنن به تلفظ واقعی کلمه و تو اکثر دیکشنری ها واردش میکنن بعد از یه مدت. حالا تلفظ دیگه برادر، برادا هم هست، برادر، برادر، واتس اپ برادر، واتس اپ برادر. ولی اگه دیگه خیلی بخواین خودمونی و باحال و کولش کنین که دیگه خیلی شبیه امریکن اسپیکر بشین، میگیم برو. حالا برو بچه ریشه نورث امریکن داره، معمولاً یعنی بیشتر در شمال آمریکا این کلمه استفاده میشه، ولی هر جای دنیا بگیم برو دیگه میفهمن که آقا برو یعنی برادر. واتس اپ برو، مثلا چه خبر برادر. نکته برادر که گفتم برو از کلمه برادر میاد به معنی برادره. مثلا من یه برادر دارم، مثلا چه میدونم بچه مامانم دیگه برادرمه. ولی بعد از یه مدت باز دوباره وقتی مردم اومدن اینو کم کم برای دوستاشون، برای کسایی که خیلی باهاشون صمیمن، البته دوستای مذکر ترجیحاً استفاده کردن، دیگه اومدن گفتن آقا این واژه برو رو علاوه بر اینکه به عنوان برادر میتونین استفاده کنین، به عنوان رفیق صمیمی یا دوستتون هم میتونین استفاده بکنین. البته بیشتر در رابطه با مذکر استفاده میشه، یعنی من میسا اگه مثلا یه دوست مذکر داشته باشم تام و تام is one of my close friends، اگه دوست خیلی صمیمی باشه I can call him برو، میتونم بهش بگم برو. حالا بریم یه سری مثال با برو رو من براتون نوشتم، چون این مثال ها خیلی دیگه به قول معروف street talk هستن، خیلی شبیه صحبت های خیابونی هستن. ببینیم چیه. How you doing bro? How you doing bro? بچه how you doing bro یعنی how are you doing brother. ببینید چه کوچیک شده. How are you doing brother یعنی چی کار میکنی داداش، چه خبر. How you doing brother یا how you doing bro. Hey, how you doing bro? سلام، چه خبر داداش؟ Sup bro؟ آی sup bro یعنی چی؟ Sup bro؟ اینجوری هم حرف میزنن سیاه‌پوستا معمولا. بچه کلمه واتس اپ رو بلدی؟ واتس اپ برو، چه خبر داداش؟ واتس اپ. این دو مدل کوتاه میشه. مدل اولش میشه به جای واتس اپ، instead of saying واتس اپ بگیم واتس اپ، انگار اصلا اون تیه نیست، واتس اپ برو. یا بیایم کوچیک کنیم، بزنیم بهتر کنیمش، بکنیمش sup. Sup bro یعنی همون what's up bro، یعنی همون what's up bro. Sup bro یعنی چه خبر داداش، دقیقا مخفف sup مخفف what's up هستش. What's up ببینید سه what'sش رو گذاشتن با up up شده sup. Well done bros، مثلا بعد دو رفیقات یه کار خفن میکنن، well done bros، باریکلا داداشا، well done bros. حالا بریم بعدی، بهتون یه نکته خوب میخوام بگم. You're damn cool bro، you're damn cool bro. بچه این واژه damn اینجوری خونده میشه، damn انش خونده نمیشه. damn به معنی لعنت میده، خب مثلا میگن damn it، لعنت بهش، damn it. ولی یه چیزی میخواستم بهتون بگم بچه، یه سری از لغت ها مثل damn و مثل لغت هایی که توش اف داره شاید توی فرمال استفاده کردن، شاید که نه 100% زیاد جالب نیست، it's not a good idea واقعا که مثلا جلوی 4 تا آدم خوب از این لغت استفاده بکن، 4 تا آدم درست حسابی. ولی اگر با دوستاتون و کسایی که خیلی باهاتون نزدیکن و برواتون محسوب میشن استفاده بکنی، به خصوص قبل از یک صفت، چه حالا damn باشه چه یه لغتی که توش اف داره باشه، به اون صفت و یا اون ویژگی که داریم به اون طرف نسبت میدی رو چند برابر میکنه. یعنی من اگه به برادرم دارم میگم you're damn cool، یعنی تو خیلی خفنی، خفن بودنش رو بیشتر کردم. حالا اگه اف وردم بذارم پشتشم باز یعنی خیلی خفنی. ولی remember اینو نمیتونی تو شرایطی که آدم های بزرگ سال نشستن استفاده کنی، فقط با دوستاتون یا کسایی که خیلی صمیمی هستین. So you're damn cool bro یعنی تو خیلی باحالی داداش. Hey bro, long time no see. جمله خیلی خوبیه. Hey bro,
سلام برادر، یا هی داداش، long time no see، چه عجب از این طرفا، خیلی وقت ندیدم، long time no see، چه عجب از این طرفا. و آخری دقت کنید بچه ها، come at me bro رو فقط برای زمانی که دعوا داریم با یکی استفاده میکنیم. مثلا there is a guy in front of me, I wanna fight with him. پس اون آدم جلوتونه، میخوام بگیم بیا با هم دعوا بکنیم. Hey, come at me bro بیا با هم دعوا کنیم. پس اینو بعد با حالت خشن و عصبانی بگیم come at me bro، یعنی بیا با هم دعوا کنیم. اینم از 5 دقیقه امروز، امیدوارم که لذت برده باشین. Till another 5 minute English. Take care, see you soon and bye bye.